تنها تو نیستی که فریاد میده، فقط آنها نیستند که فریاد میزنند. اینک از هر شهر و دیاری تنین اعتراضی به گوش میرسد. صداها گرچه متفاوت ولی حرف یک است. آدمها اگرچه بیشمار، درد اما یکی است. میخواستم فریاد بزنم و بغضم را همراه با خشم در فریادم منفجر کرده و زنده کنم. میخواستم این کلامی است از محمد زمان سرشاهی، کارگر قهرمانی که از پایه‌گذاران انجمن کارگران کارخانه پتروشیمی آبادان بود. اون انجمن خودش یکی از تشکل‌های کارگری سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان انقلاب 57 به شمار می‌رفت. و این کلام نجوای دوران بیقراری است. دوران قطع ارتباط اون در فاصله آزادی از زندان تا وصل مجدد به همسنگران مجاهدش. او متأهل بود و 4 فرزند داشت. هر روز صبح صدای فیدوس همان ساعت پالایشگاه آبادان او را همچون هزاران هزار کارگر دیگر به سوی محل کارش فرا می‌خواند. کلاه کاسکت خاکستری رنگش را سرش می گذاشت، سپرتاسش را که معمولاً چیزی از شام دیشب در آن بود بر می داشت و لابلای انبوه کارگران دیگر راهی کارخانه می شد. همهمه گنگ کارگران و صدای بوق کشتی ها که از لنگرگاه می آمد به حرکت در آمدن خدایان افسانه‌ای داستانهای قدیمی را به ذهن می زد. نهرهایی از صفوف کارگران که به سرعت به هم می پیوستند و در ورودی پالایشگاه شدتی عظیم را تشکیل می دادند. تازه انقلاب شده بود و او محبوب کارگران محل کارش بود، نماینده و جلودارشان بود. انقلاب شده بود اما هیچ چیز تغییر نمی کرد. کم کم داشت احساس می کرد به اون خیانت شده. پیدا کردن کارگرانی با چنین احساس مشترکی چندان سخت نبود. همون سال، سال 58، یک انجمن کارگری در پتروشیمی تشکیل شد. همه هوادار مجاهدین بودن. ابتدا فکر میکرد این احساس خیانت شدن تنها خاص کارگرانه، اما خیلی زود متوجه شد صدای او و همکارانش چقدر شبیه صدا و حرفای معلما و بقیه مزدبگیرا و دانشجویانه. محمد زمان و سایر کارگران حالا دور دیگری از نبرد را شروع کرده بودند. مهر 60 دستگیر شد و 3 ماه بعد آزاد. هرچه شرایط سخت‌تر، عزم او هم جزم‌تر می‌شد.
در تیر ماه 61 دوباره دستگیر شد. این بار ولی آزادیش نه 3 ماه که 3 سال بعد فرا رسید. اون که اضافه بر تلخی تحقیر دیکتاتوری درد و رنج استثمار رو هم مستقیما احساس می‌کرد، پس از آزادی دومش بیدرنگ برای وصل به سازمان اقدام کرد و موفقم شد. حالا دیگه محمد مسئول پشتیبانی و تدارکات تیم‌های عملیاتی مجاهدین در تهران و اهواز بود. ولی به اینم قانع نشد. اواخر سال 65 برای همیشه با خانواده وداع کرد و راهی قرارگاه‌های بزرگ مجاهدین در منطقه مرزی شد. آکنده از یقین و سرشار از اطمینان به پیروزی، او حالا دیگر در قلب مبارزه با حکومت شکنجهگرها بود. اگرچه پاسدارها از بهمنشیر و تانکی دو گرفته تا بوارده همه خیابانها را به خون مردم رنگین کرده بودند، ولی پس از رسیدن به یاران بیشمارش خودش در این مورد نوشته: به خودم آمدم و دیدم من در میان هزاران گل سرخ آتشین که همه راست قامت و خوشبو ایستاده و با چشمانی پر از انتقام که خبر از استمرار راه تا مرگ دشخیم می‌داد. محمد زمان با ایمانی شگرف به پیروزی و یقینی بی پایان به حتمیت سقوط آخوندها همه وجودش را پتکی یا بهتر که گلوله‌ای کرد برای نابودی دیکتاتور. او بعد از شرکت در ده‌ها عملیات بزرگ و کوچک، سرانجام در عملیات کبیر فروغ جاویدان در موضع فرمانده یک گروه رزمی، در حالی که برای دیگران راه می‌گشود، همچون روح سرو و گل سرخ پرکشید تا در کسوت ستاره‌ای شاخص راهنمایی باشد برای آیندگان. هر کشید تا در کسرت یک ستاره شاخص و راهنمایی باشه برای آیندگان و در شبهای تاریک بگه: راه از این طرف است، مسیر اینجاست، این سو.